چجوری چشیدم که مپرس چشیدم که مپرس گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس برگزیدم که مپرس همچه حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس همچه حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس که مپرس بسیار عالی. بله، ملاحظه نمودید و لذت بردید. قطعا ما که اینجا همه رفقا لذت بردیم از گروه موسیقی تلفیقی اوهام که از گروه های بسیار بسیار قدیمی موسیقی در کشور ما هستن. خیلی ها میدونم که با این گروه و با کارهاشون و با بچه ها خاطره های قشنگی رو دارن، مخصوصا حالا اگر داخل ایران بودید کارهاشون رو شنیدید و الان اونجا هستید قطعا خاطرتون زنده شده. گروه اوهام به سرپرستی جناب آقای شهرام شعرباف عزیز خواننده. خیلی مخلصیم. خیلی ممنون از دعوتتون. سلام میکنم به همه دوستانی که برنامه رو تماشا میکنن. خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم. اولین باریه که قربون شما برم. اولین باری هستش که تو تلویزیون کشورمون داریم زنده اجرا میکنیم. افتخار بزرگه. مرسی از همگی. زنده باشید. مرسی. یه بار دیگه به افتخارشون دست بزنید. مرسی. به افتخار خود. زنده باشید. برای ما همین افتخار هستش که حالا به هر حال برنامه با همسان و شبکه جام جم میزبان شماست برای اولین بار و هنر شما رو ببینید. خب شهرام جان یه ذره گروه رو معرفی بکن، از سبقتون بگید. بله. تا بچه‌ها هم یه ذره استراحت بکنن و بعد صدای خود بچه‌ها رو هم بشنوید. بله، اگه بخوام برگردم به تاریخچه گروه اینا خیلی طولانی میشه. به طور خیلی خلاصه سریع میگم، از سال در واقع 1378 ما شروع به کار کردیم. به دلایلی رسمی تو ایران نتونستیم کار کنیم، بیرون از ایران فعالیت داشتیم، بیشتر فعالیتمون تو کنسرت تو کشورهای دیگه بود تا 3-4 سال پیش که در واقع امکان فعالیت رسمی تو ایران رو پیدا کردیم. گروهی که الان با من در واقع بچه افتخار دارن کار میکنن هر کدوم ستاره هستن تو کار خودشون. بله، حالا انشالله با خودشون هم باشن. بله، سیاوش امامی گیتاریستمون هستش که بی نظیر هست، معرفیش میکنم. علی باغفر نوازنده کاخون و پرکاشن. پویای شمالی عزیز بیسیست هستن و در واقع یکی از اعضای گروه هستن که تو کنسرت های ما تو چند سال گذشته بودن. بسیار عالی. خب حالا دوست داشتم که بچه‌ها خودشون رو معرفی کنن. خیلی جالب قبل از برنامه شهرام میگفتش که آقا حتما بچه‌ها باید خودشون هم صحبت کنن. بله، به خاطر که اینقدر رفقاشو دوست داره و این کار گروهی و به قول معروف تیم ورکه که اینقدر هم جذاب شده. کارم معرفی میکنی درد عشق؟ بله، کاری که شنیدین اسمش بود درد عشق بود. شعرش از حضرت حافظ بود و در واقع یه نسخه دیگه ایشو اجرا کردیم مخصوص این برنامه
و ترجیح میدم شاید بخوان بچه هم در موردش صحبت بکنن یا حرفی داشته باشن. آره من خیلی بچه هم آره بفرمایید. خیلی ممنون، سلام خدمت شما و بیننده هاتون. سابقه آشنایی من با شهرام و اوهام خب خیلی برمیگرده به خیلی سال پیش، موقعی که اولین آلبومشون رو دادن و خب همه ما جوان بودیم اون موقع و الان که خیلی خوشحالم که دارم باهاشون میزنم. چند سال ساز میزنی شما؟ یه چند سالی هست. یعنی خیلی. اینا که اینجوری میگن یعنی خیلی. ممنونم دوست عزیزمون. مرسی. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. من علی باغفر هستم، 15 16 سال موزیک کار میکنم. اهل شهر مشهدم، از اونجا شروع کردم ولی خب همچنان موزیکو هم اونجا پیگیر هستم هم تهران. و آشنایی با شهرام و اوهام که برمیگرده به خیلی سال پیش که ما در واقع موزیکاشون رو میشنیدیم حال میکردیم. رفاقت با شهرام هم که برای من خیلی عزیزه، سالهاست که این رفاقت رو داریم و الان هم خیلی خوشحالم که باهاش دارم اینجا میزنم. من اوهام خیلی دوست دارم و بارها گوش کردیم و قدیما از فن خود شهرام بود. نه ای جانم دوست عزیزمون. سلام، پویا هستم، پویا شمالی. و همه حرفایی که من قرار بود بزنم بچه‌ها گفتن دیگه. خودت بگو تا رابطه شاید تو اصلا از همکاری با شهرام خیلی هم حال خوبی نداشته. آره دیگه. نه خب به هر حال اتفاق خوبی بود تو زندگی من، با شهرام آشنا شدم و ساز زدم و همچنین دوستان و امیدوارم ادامه دار باشه دیگه. یعنی قضیه حالا اگه چه ما بودیم چه نبودیم، اگه مثل بچه ها تعریف کنی حتما ادامه دار میشه دیگه. آره چه ما بودیم چه نبودیم اوهام با شهرام کارشو ادامه بده جان. قطعا گروه موسیقی به این خوبی. دوستمون بله اون اولام بعد معرفی کنم یادم رفتش، نیمای نجفی عزیز که تو فرصت خیلی کمی که با داشتیم برای صدا گرفتن و صدا برداری اینجا کمک ما کرد، خیلی خیلی ازش متشکر هستم واقعا. آدمای حرفه‌ای همینه که یه وقت کم ولی کار خوب. بله متشکرم. مرسی. سیاوش میخواد حرف بزنه. بله من می‌خواستم فقط یه چیزی بگم، اونم اینه که آدمایی مثل شهرام خیلی کمن توی این مملکت و شهرام خیلی زحمت کشید برای این موزیک و من خیلی دوست دارم که بازم از شهرام موزیکای دیگه بشنویم و ازش همینجوری خواهش میکنم که آلبوم بعدی تو هر چه زودتر به گوش همه برسونه ان شاء الله. ما هم اتفاقا دوست داریم کاری از گروه اوهام و شهرام بشنویم، گفتگوامون رو می‌خوایم خرد کنیم. یه کار دیگه از شما بشنویم بعد. متشکرم. میکروفون رو همونجا پیش خودتون بگذارید که بعد. متشکرم. Accept on us.
آصف ملک سلیمان نیز هم دوستان در پرده میگویم سخن گفته خواهد شد به دستم نیز هم چون سرآمد دولت شبهای وحست بگذرد ایام هجران نیز هم هر دو عالم یک فروغ روی او پیدا و پنهان نیز هم محتسب داند که حافظ عاشق هست واصف ملک سلیمان نیز هم محتسب داند که حافظ عاشق صف ملک سلیمان نیز هم مرسی از شما، خیلی متشکرم. عاشق حافظ عاشق است، درسته؟ گفت حافظ عاشق است. یه دو تا تک آهنگی بود که سال 1380 ما ضبط کرده بودیم و الان اجراش کردیم، یه نسخه متفاوتش بود در واقع. بسیار عالی. من یه نکته رو بگم بعد سوالات رو بپرسم. قطعا حالا این توضیح رو بدم، ولی کسانی که به هر حال با حال و هوای موسیقی لایف و زنده روی صحنه آشنا هستن، این ادوات موسیقی و این کابل و سیم و این در هم ریختگی رو کاملا باش آشنا هستن و اصلا قشنگی یک گروه موسیقی به همینه که داره زنده برامون اجرا میکنه. قطعا اگر این سیم ها و کابل ها نبود، پس داشت یک آهنگ از پیش تولید شده برای شما پخش میشد و شاید احتمالاً بچه ها اینجا فقط نمایششو داشتن، ولی چون دارن زنده برای ما اجرا میکنن، این ادوات و کابل هاشون هم توجیه پذیره برای ما. کار قبلی شعر از حضرت حافظ بود، این هم همینطور. بله اینم از همین. چه قصه ای داره که شما حالا یک بخش زیادی از کارهاتون با شعر حضرت حافظ هست؟ راستش اوهام یک پروژه‌ای بودش که سال 1378 شروع شد و اصلا هدف و قصدش در واقع ترکیب کردن شعر کلاسیک ایرانی با موزیک مدرن در واقع بود، موزیک مدرن جهان، جوری که این ترکیبش فقط در حد خیلی لایه‌های عمیق داشته باشه، فقط در حد ترکیب دو تا ساز سنتی نباشه. خیلی بحثش طولانی بخوام بگم، ولی بیشتر چیز زیبایی شناسی داشت. دوست داشتم شعری که مال 700-800 سال پیشه و در مورد موضوعات روز امروز صحبت میکنه و کاملا مصداق داره و میشه بعد بشینه توی همچین قالب موزیک. جالب بود، ما اینجوری امتحانش کردیم و ظاهرا دوست داشتن دوستان. سالها پیش یک برنامه در تلویزیون تولید میشد به نام سپید پررنگ به تهیه کنندگی سرکار خانم بهبودی و کار آهنگسازی و اجرای زیبای شما. اگر موافق باشی ما بریم این تیتر و این کار رو بشنویم، مال برنامه سپید پررنگ، برنامه خوبی هم بود و خیلی هم دیده شد. برگردیم صحبت میکنم. حتما. مرسی. آرزوهام توی گنجهای رویا نمیمونن، توی سرگردونیای راه و بیراه پا
هم از راه درست جا نمیمونم، تویی که منو به فردا میرسونی. پرسشو نگفت از تو دلم، هزار تپش هزار تکابون، میدونستم یکی دستمو میگیره میونه این همه تشویش و حیاهو. تویی که حرف دل من رو میدونی، یکی از کارهایی که گروه اوهام به سرپرستی آقا شهرام شهرباف عزیز تولید کرده بود و در تلویزیون و رسانه ملی پخش شده بود. شهرام از این کار برام بگو، چی شد به تو پیشنهاد شد؟ بله، سال 1391 ما در واقع مجوز فعالیت رسمی تو ایران دریافت کردیم بعد از سالها، و در واقع تهیه کننده و تیم برنامه سپید و پررنگ خیلی لطف داشتن، با ما تماس گرفتن. در واقع بچه‌هاشون یه جوری از شنونده های موزیک گروه ما بودن و پیشنهاد تولید این تیتراژ رو به ما دادن که خیلی در واقع بازخورده چطور بود؟ چون به هر حال تقریبا میشه گفتش که برای اولین بار بود که به صورت خیلی رسمی کار شما داشت از تلویزیون پخش میشد تو یک برنامه خیلی پربیننده. و ویژگی دیگه‌ش این بود که تو تقریبا حالا سبک کاریت یه مقدار بزرگساله، اما برنامه سپید پررنگ، اونهایی که حالا خاطرشون هست، برنامه گروه نوجوان و جوان و این بله مخصوص نوجوانان بود. آره، در واقع این چه جوری بود بازخوردش بین نوجوانان؟ خیلی جالب بود. اگه بخوام صحبت کنم راجعش خیلی طولانی بود. خود من از این راضی بودم که در واقع داریم کاری میکنیم که شاید توی دورترین شهرستان‌ها و شهرهای ایران که شاید نوجوانایی که فقط تنها تفریحشون دیدن این برنامه هست، داریم باشون ارتباط برقرار میکنیم. واقعا جالب بود. فقط جالب ترینش رو بگم که از یه روستای خیلی دور افتاده تو خراسان این برنامه رو خیلی دوست داشتن و در واقع اون محصولشون رو که برداشت کرده بودن توی دشت بزرگ به اسم اوهام اینو ساخته بودن و برای ما فرستاده بودن به خاطر این آهنگ. خیلی میخوام بگم بردش چقدر زیاد بود و شنیدن. خیلی تجربه خوبی بود. من که خیلی راضی بودم. فدای تو بشم. باهات گفتگو داریم بازم، ولی دلم میخواد که حسن استفاده رو بکنین دیگه ازتون. حسابی عرقتون رو در بیارین. شما خسته شید ما کیف کنیم. نه یه چیزام عرض خدمتتون که ببخشید که من سرماخورده هستم، با این مقدار تب و اینام دارم اجرا میکنیم به خاطر خورده سفر و اینا، درصد ببخشید دیگه شرمنده هستم. همین که آمدی و دعوت ما رو پذیرفتید مرسی از شما، متشکرم. بفرمایید کار بعدیتون. ممنون. فکر کنم نام کارتونم راه عشقه، درسته؟ بله، اسمش از راه عشق، یکی از در واقع تک ترانه های هستش که سال 1380 ضبطش کردیم. مرسی. ماراز من احمد فرسان و می بیار کیش
شهر در ولایت ما هیچ کار نیست، هیچ کار نیست. نگه در تو گریه یه حافظ به هیچ روی، حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. نگرف در تو گریه یه حافظ به هیچ روی، حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست، که کم از سنگ خاره نیست، که کم از سنگ خاره نیست. به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دید جای جلوه آن ماه پاره نیست. از چشم خود بپرس که ما را که میکشد جانا، گناه طالح و جرم ستاره نیست، جرم ستاره نیست، جرم ستاره نیست، جرم ستاره نیست. نگرفت در تو گریه یه حافظ به هیچ روی، حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. نگرفت در تو گریه یه حافظ به هیچ روی، حیران آن دلم که کم از، که کم از، که کم از سنگ خاره نیست. کم از سنگ خاره نی. بسیار عالی، خیلی متشکرم شهرام جان. کمتر از 30 ثانیه وقت داریم، اونم در اختیار تو برای اینکه حرفای پایانیت رو از طرف خودت و گروه بزنی. اول از همه از بچه های گروه میخوام تشکر کنم، تو فرصت خیلی کم تونستن هماهنگ شن با ما. از بچه های در واقع برنامه با همستان، همشون تهیه کننده برنامه، چند تا دوستی بودن که خیلی با ما کمک کردن و تاثیرگذار بودن. یکیشون که فکر کنم داره ما رو نگاه میکنه، حسن ایدیان عزیز و گروه ویتری که خیلی با هوای ما رو داشتن، ازشون ممنونم. آه بله ببخشید، بار اول میام تلویزیون. 20 ثانیه وقت داری؟ بله. و میلاد و بچه استودیو و تمرین و صدابردار عزیزمون، خیلی ازش ممنونم. نیمای عزیز و مدیریت برنامه‌مون آقای عطا سیف‌اللهیان، ممنونم از همه، ممنون از شما و همه طرفدارای گروه. فدای تو بشم، ممنونم. قطعا تلفن ها به سمتتون سرازیر میشه برای اجراهای خارج از کشور. مرسی. ما رو یادتون نره. حتما حتما. خیلی لذت بردیم از بچه‌ها. فقط یه چیز رو یاد گرفتم از اینها، اونم این که در زمانی که خیلی ها دارن میگن ای بابا نمیشه کاری رو انجام داد، اینها نشون میدن که میشه. خداحافظ.